سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها عمران خان. پاکستان به خاطر پول آمریکا به جنگ علیه تروریسم در افغانستان پیوست. وزیر خارجه آمریکا از ارسال واکسن کرونا به افغانستان خبر داد. و همچنان در پایان تطبیقات نظامی شلیکی های مقاومت در خوست فرنگ. به نام خدا و با تقدیم سلام بر مجموع خبری چنل یوتیوب بانس مارک خوش آمدیم. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ارسال واکسن کرونا به افغانستان خبر داده است. 8 صبح کابل. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن روز چهارشنبه یکم جدی از رسیدن بخشی از 1,000,000 دوز واکسن کرونا از کمک‌های این کشور به افغانستان خبر داده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در توییتر نوشته است که با ارسال این محموله شمار واکسن‌هایی که از سوی آمریکا به افغانستان کمک شده است به 3.3 میلیون دوز میرسد. این واکسن‌ها از طریق کوواکس ارسال شده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که کشورش متحد به حمایت از نیازهای بشر دوستانه مردم افغانستان است که شامل تهیه واکسن های ایمن و مؤثر برای نجات جان مردم است. در همین حال تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که واکسن های احضار شده از سوی ایالات متحده آمریکا برای بهبود صحت اجتماع و معیشت افغان ها حیاتی است. تام وست گفته است که محموله های باقی مانده واکسن کرونا که از سوی ایالات متحده آمریکا به افغانستان کمک شده است در راه است. همچنان این در حالی است که خبرگزاری افاق در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: تطبیقات نظامی چریکی های مقاومت در خوست فرنگ. نوار تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته است بخش از آمادگی ها و تطبیقات نظامی چریک های جبهه مقاومت ملی را در خوست فرنگ ولایت بدخشان نشان می دهد. آنها می گویند که این تطبیقات جهت آمادگی بیشتر برای جنگیدن در برابر طالبان است. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک آماج نیوز. همچنان این در حالی است که عمران خان: پاکستان به خاطر پول آمریکا و جنگ علیه تروریسم در افغانستان پیوست. 8 صبح کابل. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفته که این کشور برای به دست آوردن پول ایالات متحده آمریکا به جنگ علیه تروریسم در افغانستان پیوست است. او که روز سه‌شنبه 30 قوز در میان اعضای حزبش تحریک انصاف پاکستان سخن می‌زد، از پیوستن پاکستان به جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابزار تأسف کرد و آن را خودزنی خواند. عمران خان به اعضای تحریک انصاف پاکستان گفت که تصمیم اشتراک در جنگ علیه تروریسم به خاطر به دست آوردن پول گرفته شده است. نخست وزیر پاکستان افزوده که ما خودمان مسئولیم چون اجازه دادیم دیگران از ما استفاده کنند. او همچنان گفته که ما آبروی کشورمان را فدای کمک کردیم و سیاست خارجی را خلاف منافع عمومی برای پول تراحی کردیم. نخست وزیر پاکستان عمران خان به اعضای حزبش گفته که دست و پایش بسته و جایگاهش در سیاست ناراضی است. همچنان این در حالی است که گزارشنامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: حمدالله محب، طالبان میخواستند دکتر غنی را اعدام کنند. نوشته اسماعیل فروغی. اخیرا با نشر مصاحبه های پیهم حمدالله محب مشاور امنیتی ملی اشرف غنی در رسانه های خارجی و داخلی، باز بحث تسلیمی قدرت و قرار دکتر غنی رئیس جمهور سابق افغانستان در رسانه ها و در میان مردم داغ شده است. اظهارات حمدالله محب و مصاحبه های بعض برانگیز حامد کرزی، سلمی خلیلزاد و اشرف غنی در حالی یکی پشت دیگر صورت میگیرد که در رسانه های جمعی جهان و افغانستان قدم به قدم به حقیقت تسلیم و فرار رئیس جمهور دست مییابند.
روند و کوشه ها نشان می رهد که آمریکاییان می خواهند از میان این همه روایات ضد و نقیض دست نشاندگان خیش آبرو رفتش را اگر شود اندکی بازگشتاند. راه های برای ادامه عمر امارت طالبان را زمان معین مورد نظر جستجو نماید. با این اظهارات ضد نقیض نظری می اندازیم. غنی می گوید گریختم تا جنگ داخلی صورت نگیرد. خلیلزاد می گوید غنی آمریکا را غافل گیری کرده خلاف نقشه دوحه خواب فرار فاجعه با بار آورد. حامد کرده هم می گوید اگر دکتر غنی فرار نمی کرد توافق سال بدست می آمد. و حالا حمدالله محب می گوید که اردو قبلا کاراییش را از دست داده بود و اگر دکتر غنی فرار نمی کرد او هم همانند دکتر نجیب اعدام می شد. اما اصل گپ در کجا؟ که آمریکاییان از فاش شدنش نگرانی دارند. خیلی 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 فشارده عرض می نمایم. غنی و تیم خبیث سه نفرش از قبل به دستور آمریکاییان زمینه های تسلیمی قدرت به طالبان را فراهم می کردند. تضعیف روز تا روز اردو پوره نکردنی اکمالات جبهات اجازه ندادن سرکوبی و قلم و قلم طالبان توسط کماندوهای خیلی قوی و تسلیم دادن نوبتوار ولسوالی ها و شهرها و همینطور قطعات نظامی و طالبان مطابق نقشه ها از قبل تنظیم شده ی دوحه و دستورهای خلیلزاد به پیش می رفت. آنچه از نقشه و سناریوی خلیلزاد و آمریکا خارج شد این بود که دکتر غنی یا از سر لجاجت یا به دستور ISI و یا باز هم به دلیل قومگرایی و این بار حتی قبیله گراییش پا و فرار ناگهانی و خلاف انتظار نقشه ای از قبل تنظیم شده آمریکاییان را سبوتاژ کرده. کلید ارگ را نه به ملا برادر درونی بلکه به حقانی خیلهای زلجایی تسلیم نموده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب بان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.